بیگ مک مکدونالد توی خونه با این کیفیت درست کردی تا حالا همش هم خودم درست کردم با سس مخصوصش دوست ازم سلام امیدوارم که عالی باشید امروز میخوام همبرگر مخصوص مکدونالد رو براتون درست بکنم که به بیگ مک معروفه و سس مخصوصش که خیلی بین ما ایرانی ها پرطرف داره بدون معطلی بریم که یه بیگ مک بخریم اینم از جناب مکدونالد های کن بیگ uh, with everything on it, just a sandwich. خیلی خوب اینم از بیگ مک ما من این ساندویچ در بیارم و بهتون نشون بدم. بچا یه توضیح در مورد مکدونالد من بهتون بدم. توی آمریکا خب ما که حالا موقعی که ایران بودیم مثلا مکدونالد که میگفتن اصلا فکر می‌کردیم چه خبره دیگه بهترین ساندویچ دنیاست اینا. هرچند من تو خود ترکیه و توی اروپا هم که مکدونالد خوردم انصافا ام... کیفیتشون خیلی بالاست اما توی آمریکا جام هدفش رو من فکر می‌کنم قشر پایینه و خیلی خیلی بی‌کیفیته یعنی به نظر من واقعاً به گراشون بی‌کیفیته خوشمزه هست نه نمیگم بد مزه است ولی موادی که استفاده میکنن خیلی بی‌کیفیته و به های خیلی ارزونی هم داره مثلا من اینو الان گرفتم دیگه این گرونترین بی برگرشون رو من خریدم مثلا 5 دلار در صورتی که همین برگر رو من توی مثلا توی اروپا تو فرانسه توی سوئیس اینا خوردم مثلا 25 فرانک مثلا من تو سوئیس پول دادم و فقط حالا میشه گفت همه چی تو سوئیس گرون هست ولی انصافا کیفیت گوشتاشون خیلی بهتره کیفیت اون نونای هم و متریال که استفاده میکنن خیلی خیلی بالاتره البته سس همون سسه میخوام امروز بهتون یاد بدم سس مخصوصشو که کامل یاد بگیریم امروز ما نمیخوایم که دقیقا همه چیه برگر رو اینجا آموزش بدیم من برگر رو قبلا بهتون آموزش دادم توی همبرگر آمریکایی ویدیو همبرگر آمریکایی خیلی هم بازید گرفته لینکش رو براتون میذارم توی دسکریپشن پایینم براتون میذارم به علاوه اینکه فیلم خود نون بگری هم قبلا براتون درست کردم اونم من براتون حتما میذارم امروز ما میخوایم که ببینیم کلا بیگ مک چجوری درست شده چی توش هست و دقیقا همون رو حالا با یه ورژن خیلی بهتری درست بکنیم و اون سس مخصوصش که از همه مهمتره رو بهتون آموزش بدم این از بیگ مک ببینیم تو چیه اسمش بیگه ولی خیلی کوچولوه. <applause> این هم از اون سس مخصوصش که گفتم بیشتر بهم بدن که با هم درستش بکنیم حالا به این میرسیم خب بریم ببینیم دقیقا این تو چی هست خب اول با نون شروع میشه بعد یه دونه یه همبرگر خیلی نازک داره که خیلی بی کیفیت خودش. کاهو داره خیارشور داره سس داره یه وسطش یه نون دیگه هم هست ببینید اینجوری یه وسط... وسطش یه نون دیگه هم میذارن بعد یه دونه دیگه برگر یه دونه پنیر پنیر آمریکایی امریکن چیز و کاهو و خیارشور و دوباره سس خیلی خوب حالا ما بریم که ورژن خودمون رو درست بکنیم واه و این هم از نون همبرگری من که ویدیوشو جداگونه براتون درست کردم قبلا لینکش رو بالا میذارم براتون توی دیسکریپشنم پایین میذارم دیگه امروز نونو نمیرسیم درست بکنیم اگه دوست داشتید حتی اون ویدیو رو ببینید من از یه قالب استفاده کردم به خاطر اینکه میخواستم نونم قشنگ صاف بیاد بالا و در واقع زخامت هم داشته باشه چون همونجوری که ملاحظه کردید بیگ مک یه لایه وسطی هم نون داره به خاطر همین میخوایم سه تا یعنی دو تا برش بزنیم سه قسمت تقسیمش بکنیم به همین خاطر که حتما باید نون ارتفاع داشته باشه من اول نون رو میذارم کنار که سرد بشه بعد توی قالب در میارم و بهتون نشون میدم اول با نون شروع بکنیم این از نون همبرگری من که از توی قالب درش آوردم اینجام که اینجوری شده به خاطر این بوده که توی قالب بوده و هیچ مشکلی نداره من این الان تست میکنم و خیلی خیلی خوشگل خواهد شد این دورشم و دلیلش هم بهتون گفتم چرا اینجوری درستش کردم نونایی که مکدونالد توی ساندویچش استفاده میکنه از جنس نون همبرگری بریوشه و دقیقا نونیه که ما اینجا درست کردیم و همونجوری که بهتون گفتم سه لایه هست پس ما اول باید بیایم چیکار بکنیم این نونو ببینید نونم ببینید نگاه کنید وقتی دست میزنید قشنگ برمیگرده فشارش میدید داخل قشنگ برمیگرده به بالا این نشون میده که حسابی حبابیه و خیلی خوب پخته شده اولین کاری که میکنم میرم اینو به دو برش در واقع سه قسمت اینو تقسیم میکنن بریم سراغ گوشت تو این محله این گوشت سردست گوساله است و 20 درصد چربیه اگه میخواید که جزئیات خیلی بیشتری در موردش بدونید حتما اون ویدیوی هم آمریکایی رو ببینید اونجا قشنگ من گوشت رو گرفتم چرخ کردم و کامل توضیح دادم که از کدوم قسمت های دام باید استفاده بکنید دیدیم که توی ساندویچ از دو تا تیکه گوشت استفاده شده منم میخوام امروز از دو تا تیکه استفاده بکنم اما میخوام پرملاتر و بهتر و با کیفیت‌تر درستش بکنم در نتیجه برای هر کدوم از اون تیکه ها من 220 تا 230 گرم گوشت استفاده میکنم شما میتونید خیلی کمتر استفاده بکنید این انتخاب با شماست بریم سراغ ادویه ها به ازای هر یک کیلو 14 گرم نمک دو گرم پودر سیر دو گرم فلفل سیاه کوبیده شده توی ویدیوی همبرگر آمریکایی من از ادویه های بیشتری استفاده کردم به نظر من فوق میکنه مثلا میتونید پودر پیاز بزنید میتونید پودر تخمه گشیز بزنید حتی میتونید سماق بهش بزنید فوق میشه به نظر من اما این ادویه هایی که مکدونالد میزنه و ما به همین بسنده میکنیم امروز هم میزنیم مواد و غشتن که ادویه ها به خورد گوشت بره گوشت ها من اینجا نصف کردم از یه تیکه کاغذ روغنی استفاده می کنم و از همون قالبی که استفاده کردم برای نون که میخوام در واقع این برگرام دقیقا اندازه اون در بیاد این گوشت رو وارد چیز می کنم و با این قالب به شکل میدم. برای اینکه گوشت موقع پختن جمع میشه یه مقدار دیگه من اینو در واقع پهنش می کنم که موقع جمع شدن به اندازه همون قالبم هم در بیاد دیدیم که توی ساندویژ مکدونالد اینا از برگرای خیلی نازک استفاده میکنن ما خیلی اینو زخیم نمیکنیم. این الان عالی زخامتش هم ببینید حقوق است من یه دونرم شکل میدم برای اینکه وقت فیلم گفته نشه خدمتون میرسم اینم از گوش فعلا میذارمش کنار تا برسیم به بحث شیرین سس مخصوص مکدونالد سس بیگ مک خیلی خوشمزه و خیلی هم مشهوره تاپ سیکرتشونه و به هیچ کس یاد نمیدن که چجوری درست میشه اما خب خیلی از منابع خارجی هستن که اینا رفتن دنبالش درست کردن و سعی و خطا کردن به اون مزه در خود سس بیگ مک خیلی 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 نزدیک شدن من خیلی تحقیق کردم خیلی ویدیو دیدم و این بهترین رسیپی بود که من پیدا کردم خودم درست کردم یه ذره دستکاریش کردم این کردم و به این رسیپی رسیدم که بی نهایت شبیه اوریژینالشه توی موادی که میخوایم استفاده بکنیم حالا بهش میرسیم یه چیزی هست به اسم سویت رلیش ببینید این در واقع خیار شیرینه یعنی یه چیزیه که تنها خوردنش یعنی خالی خالی خوردنش برای ما ایرانی‌ها واقعا زجره یعنی فرض بکنید خیار شور برداشتن شیرینش کردن یعنی در واقع مربای خیاره خیلی خیلی برای ما در واقع بدمزه و زیاد جالب نیست اما خب این آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن و تو هات داگ و اینا هم استفاده میکنن اینو من از خودم هم در نیاوردم و اینو توی منابع هم بهتون نشون میدم که اینو ازش استفاده میکنن اما وقتی توی سس قرار میگیره با مایونز اینا ترکیب میشه یه طعم بی‌نظیری به سس میده فوق خوشمزه است حالا اینو من اگه خارج از کشور باشید خارج از ایران باشید که اینو راحت میتونید همه جا پیدا بکنید همون خیار شیرینه سویت ریلیش بهش میگن اما اگه داخل ایران هستید من خیلی گشتم یه هم چیزی پیدا نکردم واضح هم هست اصلا با زائقه ما جور در نمیاد به خاطر همین به خاطر اینکه فیلمم کامل بشه من میخوام نحوه درست کردن سویت رلیش رو جداگونه الان بهتون آموزش بدم که فوق العاده ساده است بافتش هم ببینید این جوریه انگار که مربای خیاره کاری که میکنیم من اینجا میخوام خیلی کم درست بکنم فقط برای اینکه به شما یاد بدم چجوری درست میکنیم یه دونه خیار و یه دونه خیار و انقدر. من خورد کردم میتونید توی غذا سازم خورد بکنید اگه پیاد... میخواین مقدار زیاد درست بکنید حتما توی غذا ساز این کار رو انجام بدید من اینو نگینی خورد کردم خیلی ریس بعد یه کوچولو ده حد یه قاشق چای خوری بهش نمک زدم گذاشتم توی یخچال تقریبا یه ساعت یه ساعت و نیم بمونه که حسابی آب خیار ازش در بیاد حالا من این آبو میچلونم ببینید قشنگ آب خیار ازش در میاد این آبو باید بچلونید و یه مقدارم میبریمش زیر آب، آب سرد میشوریمش که این نمکی که داره با باش بره و صافی میکنیم و میارم بهتون نشون میدم که به چه صورتیه بعد از اینکه خیار رو شستیم حالا خیلی هم نمیخواد بشوریمش یه مقداری مثلا توش نمک بمونه خوبه میرم با یه ظرف کوچیک میارم و یه همچین مقدار آبی رو حالا یه سکان هرچی هست اینو من به ظرفم اضافه میکنم آب سرد بعد تقریبا یک سوم قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو به آب اضافه میکنم یه قاشق غذاخوری هم شکر به آب اضافه میکنم حالا اینا رو کامل هم میزنم دقتم بکنید که آب سرد باشه که نشاسته ذرت در واقع چیز نشه. گلوله گلوله نشه حالا کاری که میکنیم میزنیمش روی شعله که آب به جوش بیاد حالا به این محله که رسیدیم کف روشم حتما بگیرید شوله رو میارم روی پایین و خیارا رو به در واقع ظرفم اضافه میکنم حالا با حرارت پایین اجازه میدم که آبش تقریبا یک چهارم این بشه و در نهایت بهتون نشون میدم که این سویت ریلیش ما به چه صورتی در اومده این از سویت ریلیش ما که آبش تقریبا یک چهارم شده این الان کفایت میکنه ببینید دقیقا مثل همون شیشه ای شده حتی رنگش خیلی خیلی بهترم هست حالا بریم سراغ ترکیب کردن همه مواد برای درست کردن سس مخصوص مکدونالد منم اندازه ها رو واحد بهتون میگم حالا این واحد میتونه قاشق چای خوری باشه میتونه قاشق غذا خوری باشه میتونه بیل باشه دیگه دست خودتونه سه واحد سس ماینس پیاز کاراملی دارم اینجا من یه دونه پیاز و نگینی خیلی ریز خورد کردم بعد زیر آب سرد شستمش که اون اسیدش بره توی روغن خیلی با دمای پایین اولش البته دمای بالا بدون روغن که آبش کشیده بشه بعد روغن بهش زدم و با دمای خیلی پایین اینجوری کاراملیش کردم آخر آخرم یه کوچولو بهش دهد یه نصف قاشق چایخوری شکر قهوه‌ای بزنید که هم طعمش رو نظیم میکنه هم رنگش رو یک واحد پیاز کاراملی یه واحد سویت رلیش بچه این سس مطلقا کچاپ نداره ها ایشون هم خردل زرد حتما از خردل زرد استفاده بکنید از دیژان استفاده نکنید که اون تواقع رنگ زردی رو به سسمون بده یک واحد هم سس خردل سیر کاراملی دارم اینجا بچه ها من قبلا کنفی سیر رو بهتون آموزش دادم اما یه بار دیگه میگم یه بوته سیر رو من حبه حبه کردم پوستاشون رو گرفتم و توی روغن روغن زیاد یعنی در حدی که روی سیرها رو بپوشونه با حرارت خیلی خیلی کم اجازه دادم که رنگش در واقع تلایی بشه الان این بافتش خیلی خیلی نرمه اول من سیرم و میریزم توی دون از این هاونا ها. بعد حسابی میکوبمش میتونید توی غذا سازم این کار انجام بدید هیچ مشکلی نداره بعد از اینکه کوبیدمش نصف واحدم از این سیر کاراملین بهش اضافه میکنه برای اینکه سس های رقیق بکنیم من اینجا آب خیارشور دارم میتونید از سرکه سفیدم استفاده بکنید یه واحدم بهش آب خیارشور اضافه میکنم حالا قشنگ سسمون رو با هم همه مواد رو مخلوط میکنیم یک چهارم واحدم شکر بهش اضافه میکنم حالا این دو تا سس از نزدیک ببینید فقط رنگشون با هم متفاوته رو تنها چیزی که باید استفاده بکنیم پاپریکاه پاپریکا اونم نه از جنس دودی ها پاپریکای معمولی به خاطر اینکه ممکنه رنگ پاپریکا ها با هم یه ذره متفاوت باشه من از در واقع نصف واحد شروع میکنم و سعی می کنم که اون رنگ رو بسازم خب یه مقدار دیگه من بهش پاپریکا اضافه می کنم اینم از این ببینید چقدر شبیه همه من. من اینو برم الان براتون تست بکنم خدا وکیلی مونه میزنه یعنی انصافا نه که بگم خودم درست کردم انصافا مونه میزنه حتما خونه درست بکنید و تست بکنید خودتون امتحان بکنید ببین مون میزنه یا نه حالا میریم سراغ تست کردن نونمون و پختن برگرها یه مقدار من روغن میریزم توی مایتابه و کره حالا نونا رو من میذارم که حسابی تست بشه این لایه وسطیه دو طرفش باید توست بشه این هم که لایه پایینیه فقط بالاش باید توست بشه با حرارت خیلی پایین بچه ها ما نمیخوایم که اینا بسوزن حتما وقتی که برگر درست میکنید نونتونو رو توست بکنید چون اگه این کار انجام ندید وقتی که سس میریزید روی نون نون حالت اسفنجی داره دیگه خیس خیس میشه اصلا خیلی بد میشه خب این الان خوبه ببینید رنگش این الان خوبه من در میره میزمش کنار این هم عالیه. حالا دما رو بالا میبرم و چون میخوام که برگرا رو درست بکنم توش یه مقدار خیلی کمی من روغن میزنم و بعد برگرم رو میذارم دیگه به برگرا دست نمیزنیم قشنگ یه دقیقه و نیم دو دقیقه حسابی از یه ور بر برشته بشه بعد برش میگردونیم برمیگردونم برگر رو یه مقدار کره بذارید روی برگر میتونید با براش هم در واقع روی ها رو براش کنید با کره این هم از های ما که کاملا آماده شد بریم سراغ مرحله آخر که ساندویج رو درست بکنیم اول با لایه زیری نون شروع میکنم سس میزنم حالا یه لایه کاهو داره لایه پایینی رو دیدم خیارشور نداره بعد برگر رو میذارم بعد یه دونه پنیر که میتونه پنیر آمریکایی باشه یا همون امریکن چیز یا میتونه پنیر در واقع چدار باشه برای اینکه پنیر آب بکنیم میتونیم در واقع تو همون مرحله پخت برگر این کار انجام بدیم به محض اینکه برگر رو در واقع برگردوندید میتونید یه دونه پنیر بذارید روشو و در ظرفا بذارید که پنیر آب بشه اما من امروز میخوام از این در واقع های استفاده بکنم حالا لایه وسطی رو میذارم دوباره سس کاهو اینجا باید خیارشور بذاریم لایه بالاش خیارشور داره لایه دوم برگر هم میاد روش حالا اینجا خود بیگ مک ببینید لایه آخرش دیگه پنیر نداره فقط لایه پایینش پنیر داره اما من یه دونه دیگه میخوام پنیر اینجا بزنم و اینم لایه آخر به 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 خدایش این بیگ مکه یا این بیگ مکه بیگ 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 مک <applause> اینم از سوس مخصوصش دوستای عزیزم اینم از ویدیوی همبرگر مخصوص مکدونالد یا همون بیگ مک با سس مخصوصش که امیدوارم خونه درست بکنید و لذتش باید من که دارم میبینمش کیف میکنم اگر ویدیوهای من خوشتون میاد تازه اینجا هستید لطفا کانال من رو حمایت بکنید سابسکرایب بکنید لایک بکنید کامنت بدید تا این ما هرچه زودتر بزرگ بشه ممنونم ازتون تا یه ویدیو دیگه یه دیگه شما به خدای عشق و سلامتی و ثروت میسپارم